سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. منو دوباره میبینید بعد 2 هفته که اومدم اینجا و با یه ولاگ روزانه. موهای من فقط به هیچ سراتی مستقیم نیست، به خاطر اینکه کراتین کردم موهامو و خیلی لخته. آپدیت بهتون بدم، یه لایف آپدیت از خودم بهتون بدم. تا همین دیروز پریروز مشهد بودم، دیروز اومدم تهران و توی مشهد خیلی کار داشتم. کلن هم خیلی دکتر و آزمایش و اینجور جاها رفتم، همین که موهامو رفتم کراتین کردم همونطور که میبینید. خیلی خیلی شک داشتم که بکنم این کار رو یا نکنم، به خاطر اینکه بعدش که یکم در میاد و اینا خیلی میره رو مخم، ولی در نهایت گفتم که خیلی راحته، پاییز و زمستونم هست و با سشوار کشیدن مشکلی ندارم، چون که تابستونم من خیلی سختمه سشوار بگیرم چون خیلی هوا گرمه، واسه همین خیلی اوکی نبودم. ولی رفتم کراتین کردم و بچه ها رفتم گوشی خریدم، الان دارم با گوشی جدید واسه تون ویدیو میذارم. نمیدونم متفاوته، متوجه تفاوت کیفیت میشید یا نه، ولی رفتم گوشی خریدم و از این به بعد منو با کیفیت بهتری مشاهده میکنید. و دیروز که خودم رسیدم، امروز مهمون اومده واسم، داداشم و پسرم اومدن خونم و دیگه چی بگم بهتون، دیگه همین دیگه. مشهد سری کارا داشتم و انجام دادم و طولانی هم بودم دیگه، یه ماهی مشهد بودم. الانم دارم حاضر میشم برم بیرون، بریم یه غذای چیزی بخوریم یه ذره بگردیم. گفتم ولاگو همین الان شروع کنم و یادتون نره که ویدیو رو حتما لایکش کنید و واسم کامنت بذارید. یه موضوع دیگه این که در مورد بچه‌هایی که آزمون وکالت دارن و تازه رفتن دانشگاه، همه این داستانا، دو تا ویدیو خیلی خوب داریم که سری میذارمش واسهتون. خیلیاتون من پیام داده بودین توی دایرکت، خیلیا توی پستی که توی خود یوتیوب گذاشتم بهم گفته بودین، چند تا سوال پرسیده بودین، همشو جواب میدم. و علاوه بر اون 20 تا نکته ای که مهمه این یک ماه منتهی به آزمون بدونید رو هم بهتون میگم. و همین دیگه، دیروزم که رسیدم خونه رو تمیز کردم کلا و رفتم خریدهای سوپرمارکتی. چیزایی که خریدم، یه دونه ماست سوئیسی، چای سیاه کله مورچه هندوستانه که خیلی طعم داره و خیلی هم عطر داره. من خیلی چای عطری دوست دارم، دوستان قشنگ بو داشته باشه، و این کله مورچه ها رو هم دوست دارم. کلن برنج دوتا، شیر، که این شیر رو من بگم، من کاله سفارش داده بودم از این شیر جعبه یا، ولی نداشتن و خودشون با میهن جایگزین کرده بودن، وگرنه که من میهن الان مدت هاست که نمیخرم. ماکارونی تون ماهی، ماست ذرت که خیلی خوشمزه است، دلسترو موهیتو، آب گازدار بدون قند، پنیر روب، تخم مرغ که حتما تلاونگ بخریم، چون تلاونگ تنها تخم مرغیه که به نظر من بو نمیده، یعنی بوش کمتر از بقیه است، و خام شکلاتی. و مطمئنم که دستمال کاغذی و شامپو بدن و اینا هم خریدم و مطمئنم که کلی چیزی یادم میاد و هر روز باز برم سوپرمارکت. کلاً من هر موقع میام خرید کلی بکنم هیچ وقت موفق نمیشم و همیشه بعدش کلی چیز نیاز میشه و کلی باید برم سوپرمارکت. اینم از این.
آره این خریدار رو کردم و بعد خونه رو مرتب کردم و اینجور داستانا دیگه، آماده شدم که مهمون میخواد بیاد و این آخر هفته رو با بچه هام، یعنی کلن دیگه حالا این ور و اون ور و اینا دیگه، فکر کنم از هفته آینده باید برم دنبال کارهای جدیم و شروع کنم پایان‌نامه رو بنویسم و بعدش هم با چند تا وکیل هماهنگ کردم که برم دفترشون و اینا، برم دیگه سراغ این کارم. الانم دیگه حاضرشم، میخواییم بریم شیلا، فست فود شیلا. من داداشم خیلی پیتزا هاشو دوست داره، نمیدونم خوردیم یا نه. شیلا یه پیتزا داره، پیتزا کوین، که روش یه هات داگ داره، خیلی ما اونو دوست داریم، من خودم هم اونو دوست دارم. بعد بریم اونجا اول، بعدش هم ببینیم کجا میتونیم بریم. در مورد چالش حسب قندم یه آپدیت بهتون بدم بچه ها، الان نزدیک 25-6 روز شده و خیلی خوب بوده، خیلی راحت ترم الان تا اون روزهای اولش و صورت هم کلن احساس میکنم یه مقدار کوچیک شده، به خاطر اینکه قند خیلی پف میده به بدن و وقتی که حسبش میکنی در واقع پف بدنت گرفته میشه. و الان کاری که کردم اینه که حالا بعد یک ماه حدودا که قند رو حذف کردم، خیلی برنج رو هم کم کردم دو سه روزه، یعنی سعی میکنم نهایتا همون 7-8 قاشق برنج بخورم و بیشتر سعی کنم با پروتئین و سبزیجات و اینا خودم رو سیر کنم. اینم اگه بتونم رعایت کنم خیلی خوب میشه، یعنی رسما، یعنی کربوهیدرات دیگه کلن، حالا مثلا پاستا و ماکارونی و اینجور داستانا، اینم اگه بتونم انجام بدم و واقعا تو استمرار داشته باشم، میتونم بگم که جدا یه قدم خیلی بزرگ واسه سلامتیم برداشتم که خیلی منو خوشحال میکنه، چون که من مدت هاست خیلی به سلامتیم اهمیت خاصی ندادم، یعنی خیلی سعی میکنم مثلا همه چیزو بخورم و پروتئین خیلی مصرف میکنم، سبزیجات و اینا همه، ولی پرهیزهایی که لازم بوده رو نداشتم دیگه، مثلا همین پرهیز قند و برنج و کربوهیدرات و این داستانم. و و توی این هفته میخوام برم یوگا ثبت نام کنم و ورزش رو شروع کنم. و اگر شما هم منتظر اون روزی بودید که بالاخره تصمیم جدیتون رو بگیرید که یه کاری واسه سلامتیتون بکنین، امیدوارم این ویدیو رو ببینید و این یه تلنگاری باشه واسه تون که همین امروز برید دنبالش. برم آرایشمو بکنم و بریم. میخواین تو فیلم باشین؟ اجازه میدین تو فیلم بیارمتون؟ یا آوردید سوالم من و مهمونهای عزیزم دو تا فنگ دبا. چرا اینقدر گرمه؟ چهار مهر باور. چطورید؟ خوبید؟ امروز روز دومه و پنجشنبه است. روز دوم یعنی از دومی روزی که من مهمونا اومدن و الان خونه بودن، مونده بودن که کجا برن و چی کار کنن و اینا. من گفتم من کار دارم و بعد میومدم یه ویدیو میگرفتم و ویدیو ادیت میکردم، گفتم دیگه شما هر کار میخواید خودتون بکنید، عصر به هم دیگه جوین میشیم و میریم بیلیاردی چیزی احتمالاً بازی میکنیم. الانم دارم بک تو روتین میزنم و دارم میرم اون کافه که همیشه میرم کار میکنم بشینم و یک کمی
کارامو پیش ببرم. خیلی اوضاع یوتیوب داغونه، دو هفته است ویدئو نداشتم همونطور که میدونید، و ویدئوهایم که گرفتم ادیت نکردم. خلاصه برم کارامو بکنم و ببینیم که امروز چی در انتظارمونه. پیاده روی 20 دقیقه‌ای رسیدیم به کلکچال. همونطور که ویدئوشو دیدین بچه‌ها، من خیلی کلکچال رو دوست دارم، با اینکه اصلا کوه و اینا دوست ندارم، ولی همون مسیر پیاده روی که میای تا بالا و بعد اینجوری همه دارن قدم میزنن و اینا رو خیلی دوست دارم. بعد خیلی کوچه پس کوچه داره، خیلی باحاله دیگه. الانم رفتم یه دونه آب انار گرفتم، ولی چون هنوز خیلی فصلش است خیلی ترشه، ولی با حال دیگه نشستیم دیگه. رود خونم که خیلی کم آب داره. من مهمونم همون روز رفتن که دیدید، خیلی ناراحت کننده بود بچه، خیلی دلم گرفت به خاطر اینکه من یه ماه مشهد بودم، خب بعدش بچه ها اومده بودن پیشم و کلن یعنی به شلوغی عادت داشتم و یه اون شب تو بارونم داشت میبارید، بچه ها رفتن و برگشتم خونه، قشنگ دیوارای خونه داشت منو میخورد، خیلی مشهد من بود جدی. ولی اگه یه چیزی باشه که از 18 سالگی تا الان دارم تمرینش میکنم، همین خداحافظی از آدما و دور شدن ازشونه. خیلی هنوز واسه خیلی سخته، اصلا هیچ وقت عادی نمیشه واسه این داستان واقعا، ولی دیگه کارش نمیشه کرد. همینه، وقتی که انتخاب میکنی یه جایی دور از خانواده زندگی کنی، این همچین بلای سرت میاد. و کلا خیلی دوست دارم که مهمون واسم بیاد، هم خیلی بهم خوش میگذره، هم حس بزرگونگی خیلی به دست میده، و هم اون حس مانیکا بودنم خیلی ارضا میشه، به خاطر اینکه خیلی بچه هم مهمون دوست دارم. واقعا دوست دارم همیشه خونم پر مهمون باشه، آدم ها بیان برن به پلکن واسه خوشون تو خونه من. و دیگه حالا نمیدونم دوباره که قرار مهمون بیاد، ولی امیدوارم که مهمون بعدی هشه زودتر خودش رو برسونه. و دیگه تا چند روز قطعش واقعا خیلی دمک بودم، اصلا حالا خوب نبود، بعد هی
بعد بچه ها چیز میذاشتن میکنم جا گذاشته بودن، هی اینا رو میدیدم تو خونه و انقدر حالم بد شده بود و دلم تنگ شده بود، چون خیلی هم بهمون خوش گذشتیم چند روز دیگه، همش بیرون بودیم، همش داشتیم بازی میکردیم، غذا میخوردیم با هم دیگه، خیلی حال داد بهم دیگه. ولی هر چیز خوبی یه روز تموم میشه. اینم از این ولاگ، امیدوارم که دوستش داشته بوده باشید و توی ولاگ بعدی ببینمتون. خدا حافظ.